مهمترین دغدغه‌ای که هر دانش آموزی که یه روزی کنکور میده داره اینه که من از رشته‌ای که انتخاب میکنم چقدر قرار پول در بیارم. خیلی به خاطر مشاور شدن کنکور میان پزشکی میخونن. آیا هر رشته‌ای که من دلم میخواد اون درآمدی که من میخوام و داره یا نه؟ چقدر تو طول تحصیلم میتونم کارهای جنبی داشته باشم؟ چقدر وقت خالی واسه کار دارم؟ بریم ببینیم تو این ویدیو جواب سوالات چیه. پس تا آخر ویدیو با من همراه. اصلا تو هم میخوای بدونی که رشته‌ای که تو آینده انتخاب میکنی چقدر راه واسه پول در آوردن داره، حتما تا آخر این ویدیو ما همراه باش. لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. دیگه اینترو رو طولانی نمی‌کنم. حتما اگه درخواست مشاوره داشتید به آیدیایی که این پایین میاد پیام بدید، ما در خدمتتون هستیم. بریم واسه ویدیو. باشه، میرسیم به بعد فارغ التحصیلی. اگه اینکه ما درسمون تموم کردیم، حالا بازار کار بعدش چقدره؟ ببینید، پزشکی اینجوریه که بازار کار بعدش احتیاج به شناخته شدن و احتیاج به پرکتیس داره. یعنی شما باید یه تایم خوبی رو بذارید شناخته بشید، این خدمت رو بزنید و اوائل هرمیز درآمد خیلی خوبی داشته باشید. اما بعدش که رو قلتک بیفتید حتما جز پر درآمد ترین شغل هست و این هم بازار رقابتی داره. فکر نکنید که من میرم پزشکی قطعا یه کار واسم هست. خیلی شما باید باز هم بین پزشکای دیگه که ماشاءالله الان 3000 تا ورودی هر دانشگاهی میگیره رقابت بکنید. من خیلی از این کوتاه میگذرم چون تو یه ویدیو که اینجا تامنیلش میاد اینا رو واسهتون توضیح دادیم و شورتس هم گرفتیم. من خیلی کوتاه چون ویدیو میخوام ناقص نباشه توضیح میدم بهتون. ترین ویژگی که هر شغلی بعد از فارغ التحصیلی داره کشش اون شغله. فرض کنید الان 80% 90% داوطلبای کنکور فقط دارن برای 10-15 تا رشته خاص تلاش میکنن. پس ببینید هر سال 1,000,000 نفر قراره که برای 15 درصد رشته تلاش بکنن. شما هر دفعه هر سال مثلا فرض کنید پزشکی مثلا چقدر بگم پزشکی مثلا الان شده 2500 نفر، 3000 نفر تقریبا داره ورودی میگیره. شاید هم بیشتر از این حرف وقتی ظرفیت ها رو زیاد کردن. شما هر سال با 3000 تا پزشک بر رقابت بکنی، مثلا با 4000 تا دندون پزشک بر رقابت بکنی، با 1000 تا داروساز بر رقابت بکنی، با 2000 تا پرستار. میدونید داستان اینجوریه که شما تو هر رشته قدم میزنید اولا با ظرفیت اون رشته رو ببینید، ببینید اون رشته چقدر کشش داره، دو اینکه در آینده چجوریه. بچه‌ها مثلا یوتیوب اولا که ما شروع کردیم میگفتم اما این بیزنس آینده است. بلفرض اینستاگرام خیلی شلو بود، خیلی اشپا بود، اما یوتیوب اون موقع که ما شروع کردیم هیچکی نبود توش. اوکی؟ باید شما اینو توی کارتون هم در نظر بگیرید. ببینید آقا آینده به شما چی میگه. من خودم به خاطر علاقه‌ای که داشتم اومدم پزشکی، اما اینکه شما دنبال درآمد خوبی به چیزای رشته‌های آینده فکر کنید، حتی اگه میخواید برید پزشکی به رباتیک پزشکی فکر کنید، به هوش مصنوعی فیلو پزشکی فکر کنید، مثلا کامپیوتر، MBA، اینا رشته‌های آینده‌ن بچه‌ها. حتما اینا رو در نظر داشته باشید. و بالفرض من میخوام راجع به دندونم یه توضیح کوتاهی بدم. دندون پزشکی الان دیگه داره خیلی اشباع میشه. مثلا سازمان جهانی بهداشت گفته ما تا 10-20 سال آینده خیلی احتیاج به دنتیست عمومی پیدا نمی‌کنیم، چون همین جوری داره سطح بهداشت دهان دندان بالاتر میره، مشکلاتی که واسه دهان دندان به وجود میاد توی سنهای بالاتر اتفاق میفته و کمتر اتفاق میفته. مثلا بیشتر احتیاج به تخصص خواهند داشت، مثلا اندوی باشه، جراحی باشه، خب حتما پزشکای عمومی، البته پزشک نه، دندون پزشکای عمومی خیلی کارش سخت میشه برای اینکه بتونن مریض ببینن. باید حتما اونجا هم تخصص بگیرید، دیگه مثل پزشکی نیست. چه بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب بازم میگم یادتون نره. حتما کانال ساب داشته باشید که ما هر روز ویدیوهای خفن راجع به کنکور و ولاگ های پزشکی میذاریم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. میدونم که میتونید توی کنکور بهترین خودتون باشید. تا ویدیو بعد، سی و